حدود 20 روز از ثبت نخستین رویداد کرونا می گذرد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت، 7 رویداد مثبت کووید 19 در هرات و سمنگان ثبت شدند. اما پیشگیری ویروس کرونا برای مردم به ویژه در بخشهای پر رفت و آمد شهر و تجمعات چگونه است؟ بندازی که باید آگاهی اما مردم داده می شد، آگاهی اما داده نشده. پورا امادگی و لری ترتو زمون در هیوادوال دغه ناولی ویروس څخه په امن کې پاتې شي. کووید 19 کشورهای چین، ایران، بریتانیا، ایالات متحده و شمار دیگر از کشورها را در نوردیده است و حتی وزیر صحت بریتانیا به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. اما به نظر می رسد که در افغانستان خطر این بیماری بسیار جدی گرفتن نمی شود. ویروس از دیگری را گفته نمی تانم که مسلمان است، کافر است. چرا پنهانکاری می کنند؟ آیا کرونا ویروس در افغانستان اینقدر کم است؟ یا اینقدر به دید کوچک دیده میشه در مقابلش؟ شورای امنیت ملی برگزاری جشن نوروز و گرد همایی های دیگر را در افغانستان ممنوع اعلام کرده است. از همین رو یاد بود از سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری در ارگ ریاست جمهوری لغو شد. سفارت پاکستان در کابل نیز کارهای بخش صدور ویزه را در این سفارت برای چند روز متوقف کرده است. د ملي امنیت شورا پرون د جلال اطناب جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ فیصله وکړه چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه د عامې روغتیا وزارت تر ټول هیواد په کچه په ځانګړې توګه له ایران سره پر پوله خپل تدابیر ډیر کړي. به تازگی ارای نیوز پاکستان گزارش داده است که یک بیمار کووید 19 شهروند افغانستان در هنگام بررسی از تورخم به افغانستان برگردانیده شده است و دومی یک کارمند سفارت پاکستان در کابل بوده است که او نیز در هنگام ورود به پاکستان در تورخم شناسایی شده است. 158 واقع تا به حال منفی است و واقعات مثبت در مجموع 7 واقع است. وزارت صحت عامه می گوید که مردمان کشور نیز باید این بیماری را جدی بگیرند و بر رهنمودهای بهداشتی عمل کنند.